همکشان عزیز، اعضای محترم کلیسای نسخ، شلوم. یکی از قهرمانان نقش آفرین کتاب تنخ در قسمت نبیهیم شخصی است به نام پادشاه داوید، داوید هملخ. داوید هملخ برخلاف تمام پادشاهانی که ما در تاریخ از آنها نام برده شده، پادشاهی نیست که در حدود 3000 سال پیش یا کمتر یا بیشتر در کشور اسرائیل در شهر یروشلایم پادشاه بود، بلکه داوید یک اسطوره است که ما همیشه میگوییم داوید ملک اسرائیل حی و کیام. داوید پادشاه اسرائیل همیشه زنده و پایدار است. چرا؟ و هر ماه وقتی که ما براخای ماه را میگوییم، در این براخا 3 مرتبه میگوییم داوید ملک اسرائیل حی و کیام، یعنی همانطور که ماه از تاریکی بیرون می آید، 2 مرتبه روشنایی به جهان می دهد. روزی از دست داوید بایستی این روشنایی بر همه عالم تابان بگردد. از نسل او نجات دهنده ملت اسرائیل و بشریت بایستی ظاهر شود. به خاطر اینه که داوید هرگز فراموش نشده. داوید برخلاف سایر پادشاهان به عنوان ملک اسرائیل هست و خواهد بود تا اون زمانی که خداوند تصمیم بگیرد این دنیای پر از آشوب و مخشوش ما را به صورتی آرام بکند. زندگی او زندگی پر از بحران‌ها، مسئولیت ها، موفقیت ها و شکست ها، و زندگی او را مفصلا در کتاب شموئل، شموئل اول و دوم میخونیم. داوید بزرگترین هدفی که داشت امنیت کشور خودش بود، امنیت کشوری که به پادشاهی برگزیده شده بود و بزرگترین دشمن پلیشتینی ها بودن. پلیشتین یک قوم دریاگردی بودند که از کناره های دریای مدیترانه به هر کجا که می رسیدن در همون سواحل دریاها در اون دریا می اومدن، اگر کسی آنجا بود یا میکشتن، غارت میکردن یا ساکن میشدن و میگفتن ما صاحب اینجا هستیم. اگر دقت بکنید، کتاب تورا را مطالعه بکنید، خداوند ملت اسرائیل را از طریق کناره های دریا از مصر به اسرائیل نیاورد. خیلی آسان تر بود، راهش 11 روز بیشتر نبود. خب یک اردوگاه بزرگ ممکنه چند ماه بیشتر تو نکشه، نه 40 سال، از راه بیابان آنها رو برد. اونم یک هدف بند در اونجا نوشته تورا مبادا جنگ با پلیشتیم باعث بشه که اینها یعص اونها رو فرا بگیره و برگردن به مصر. بنابراین ببینید یک قومی بودن که وجود داشتن. داوید خیلی سعی کرد که اینها رو از کناره های دریا، مثل خیفای امروز بود یا اون ساکن اونجا بودن یا اشکلون یا اشدود، در این کنارها همیشه با مردم را تحت فشار میذاشتن، غارت میکردن و داوید میخواست اونها را منکوب و قلقم کنه، و مخصوصا وقتی که در شهر بتلخم که نزدیک یروشلایم موضع گرفته بودن. و داوید و اینها خیلی جنگیده بود، سرسخت بودن، نتونسته بود اینها رو قلقم بکنه. و الان در شهر بتلحم که از لحاظ امنیتی تا به امروز نزدیک یروشلایمه و اگر دشمن اونجا باشه میتونه خیلی صدمه برسونه، داوید مشغول جنگه.
در بحبوحه یکی از روزها داوید بلند یک آرزوی رو میگوید که خیلی جالبه. میگوید می یشکری مایم می بئر بت لحم اشر بشهر. میگوید کی مرا از آبی که در چاه دروازه شهر بت لحم هست به من خواهد نوشانی. منظورش بود از اون چاه بخواد بخوره. چاه در اختیار دشمنه. سه نفر از سربازانش وقتی این آرزو رو، این اشتیاق رو از داوید میشنود، داوطلب میشن که برن برای او آب بیارن و میرون و یک کوزه آب از همان چاه بت لحم برای او بیارن. داوید وقتی که آب رو میبینه اونقدر تحت تأثیر شجاعت و جسارت از خود گذشته یه سربازانش قرار میگیره که میگه این آب هرگز او را نخواهم نوشید. این آب یک جنبه تقدس داره به خاطر اینکه اینها جان خود رو در خطر انداختن. این بایستی در راه خداوند این آب را من قربانی بکنم. داوید خیلی جالبه. چرا این آرزو رو میکنه؟ مگر در اردوگاه داوید هر ارتشی همیشه آب هست؟ حتی اگر آب چاه بت لحم گواراتر و پاکتر می بود نبایستی که سه سرباز جان خودشون رو به خطر بیندازن، بلکه این بایستی به خود شخص داوید از نقطه نظر روانی و روانشناسی رجوع کرد. در وجود این داوید یک چاه بت لحمه. بت لحم زادگاه او بود. در این شهر او بچگی ها دوران نوجوانی خود را بیاد میاره، دورانی که مورد محبت و عشق پدر و مادر و برادرانش بوده. داویدی که در موقع جوانی نوجوان شبان میشه، شبانی جسور، جوانی است که حتی با شیر کوهی هم حاضر جنگ بکنه. داوید به خاطر میاره که برادرانش که برای جنگ با پلیشتیم رفتن، او برای اونها غذا میبرد. و در یکی از این سفرهای غذابری داوید میبینیم گلیات وقتی که میاد هلمن مبارز به قول معروف، میگوید کی حاضر با من مبارزه بکنه و کسی حاضر نبود، حاضر میشه با او بجنگه و گلیات رو میکشه. و پادشاه اسرائیل شاول در اون موقع قول داده بود هر کس بر گلیات غلبه بکنه دامادش خواهد شد و میخال دخترش رو به داوید داد. داوید میبینیم ناگهان از یک شبان که فقط شبانی میکرد تبدیل میشه به داماد شاه به خاطر همان جسارت، شجاعت و موقع بیدیش و نردبان ترقید رو یکی یکی بالا میبره. در این موقعی که داوید بسیار خسته است، مایوس از این که بایستی با اینها بجنگه و هنوز حریف اونها نشده، احتیاج به چی؟ تبدد قوا داره، احتیاج داره به اعتماد و ایمانی که داره برگرده، دوران خوب خودش رو ببینه، ببینه از اونها الهام بگیره، جسارت بگیره و بتونه این معضلی که مشکلی که در برابرش هست بر اون غلبه بکنه و دچار یأس نشه. داوید چاه بت لحم براش یک سمبل بود، سمبولی بود که همیشه خاطرات دوران طلایی و موفقیتش رو بیاد بیاورد. و بنابراین در اون وقتی که دچار خستگی و شاید یأس شده بود، با توکل به اون و با ایمان به خداوند توانست دو مرتبه خودش رو بازیابی بکنه. دو هفته دیگر همه ما
در حضور خداوند خواهیم ایستاد و سال نو رو تجدید خواهیم کرد و با شنیدن شفار این ندای درونی خود برمیگردیم به گذشته، برمیگردیم به دورانی که دوران موفقیت های ما بوده، دوران شکست های ما بوده و نبایستی مایوس شد. دورانی بوده که نتونستیم آنطوری که میخواهیم خود باشیم، آنطوری که میخواهیم خود رو تغییر بدهیم، آنطوری که میخواهیم یک زندگی روحانی داشته باشیم، آنطوری که میخواهیم روابط بهتری با همسر، فرزندان و جامعه خود داشته باشیم و آنطوری که میخواهیم در کارهای خود موفق باشیم. همه اینها برمیگرده. در این روزی که فقط روز شادی نیست، روز تفکر، روز اندیشه است، روز بازگشته. درست مثل داوید، هر یک از ما یک چاه بتلخم در این وجود خود داریم که میتونیم ازش الهام بگیریم. ما دوران خوبی داشتیم، دوران موفقیت داشتیم در زندگی، گذشته های خوبی بوده، از این گذشته ها بایستی درس گرفت، پیام گرفت، الهام گرفت و توانایی این که بتوانیم خود رو تغییر بدیم. این اصل سال تجدید میشه، ما خود رو تجدید بکنیم، راه جدیدی رو در زندگی انتخاب بکنیم، راهی که ما رو به مقصدهای درستری از سال گذشته و سالیان گذشته خواهد رسانید. امیدوارم خداوند به همه ما این توفیق رو بده، همانطور که داوید ملک اسرائیل موفق شد خاطر همان گذشته پر افتخارش توانست بر همه چیز غلبه بکنه، ما هم بتوانیم در سال آینده بر همه ضعف ها، همه نقاط کمبود خود، همه عادات بد خود غلبه بکنیم و سالی پر از باروری روحانی و شکوفایی روحانی برای خود و برای جامعه بر مقام بیاریم. آمین. شبات شالوم.